اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حضرت رسول الله وعلى آله وأصحابه وصحابته ومن والاه. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذناه بيمين ثم لقطعنا منه الوتين. صدق الله العلي العظيم. از کوی تو بیرون نشود پای خیالم، نکند فرق به حالم، چه بدانی چه برانی، چه به اوجم برسانی چه به خاکم بکشانی، نه من آنم که برنجم نه تو آنی که برانی. با عرض سلام و احترام خدمت بینندگان محترم و عزیز برنامه قصه های قرآن، خوشحال هستم از اینکه دوباره در محضر گرامی شما از طریق شبکه جهانی آریانا قرار دارم و ثانیاً شما را خیر مقدم میگم به برنامه خودتان. امید تا آخرین لحظات برنامه و تا بخش ها و دقایق پایانی برنامه با ما همراه باشین و از فرازهای داستان ارزشمندمان که داستان یوسف پیامبر هست نهایت استفاده را هم شما هم پسران نازنین ببرند. در ابتدا پسر را به استدیو ما خوش آمد میگم. خوب هستین بچه ها؟ بله. خب داستان ما داستان حضرت یوسف علیه السلام. یوسف علیه السلام داستان پیامبره که زیباییش شهره عالم است. رسیدیم به جایی که کی میاین از حضرت یوسف علیه السلام؟ زلیخا. زلیخا یا همون زلیخا، خب تلفظ درسترش که در بعض موارد زلیخا ذکر شده و در بعض موارد زلیخا ذکر شده، اما به هر حال زلیخا میاید در نزد حضرت یوسف علیه السلام و برایش میگه آخرین آرزوی معی هست، آخرین آرزوی معی هست که لحظات جمال نورانی یوسف علیه السلام را ببینم و سپس این جهان فانی را ودا کنم. یوسف علیه السلام می نشینه در پهلوی زلیخا و سجده میکنه به بارگاه الله متعال و میگه ای رب، یا رب العالمین، ای پروردگار جهانیان، ای پروردگار عالمین، چشمان بنده ات را بینا بگردان. لحظات دیگر چشمان زلیخا بینا میشه. چه میشه؟ بینا. بینا میشه چشمان زلیخا. هنگامی که چشمان زلیخا میبینه، زلیخا اصلا باور نمیکنه و در مقابل همگی فریاد میزنه که من میبینم، من همه شما رو دیده میتونم. یوسف علیه السلام به سمتش نگاه میکنه، میگه خوب دقیق ببین همگی و همه چیز رو میبینی. زلیخا برایش میگه من نمیخوام همگی رو ببینم، من فقط آرزو داشتم لحظه ای تو رو ببینم. حالا اگر از این دنیا من رحلت هم بکنم دیگر برای مهم. یوسف علیه السلام میگه خداوند اراده کرده که به تو عمر دوباره ببخشه. زلیخا میگه عمر دوباره به لقایش، عطای عمر دوباره را به لقایش بخشیدم، فقط به یک حرف نگران و دلهوره دارم. یوسف علیه السلام میگه به چی حرف؟ میگه به حرفی که من تمام عمر خود صرف شرک و بت پرستی کردم و الله را عبادت نکردم. یوسف علیه السلام برش میگه حال هم وقت هست، سجده کن. زلیخا سجده میکنه و دوباره مینشینه. در تواریخ البته هم بیان شده که یوسف علیه السلام مینشینه و سجده طولانی را در او قسمت اجرا میکنه و بارگاه خداوند سجده میکنه که ناگهان چادر و یا هم همی چادر که گفته نمیتونیم بره، شال خود را، یعنی پتو و دستمال که بر سر شانه های خود قرار میداد، بر سر زلیخا می اندازه و خود به سجده فرو میره. چند لحظه همگی فکر میکنن که آسمان گویا در حال لرزیدن است. سجده یوسف علیه السلام تمام میشه و چادر از روی زلیخا پایین میفته که در کمال ناباوری زلیخا دوباره جوان شد. هرچند پیر و خسته دل و ناتوان شدم، هرگه که یاد روی تو کردم جوان شدم. شکر خدا که هرچه طلب کردم از خدا، بر منتهای همت خود کامران شدم. زلیخا به بار ثانی جوان میشه.
همه اهالی مصر دست زیر دندان گرفته بودند و مشاهده میکردند که چطور ممکن است زلیخایی که در پیشونی چشمان ما تا لحظات قبل پیر و فرتوت و نزار بود و حال دوباره به همون جوانی و زیبایی خود را به دست آورد. زلیخا دوباره زیباترین زن مصر شد. هنگامی که زلیخا آینه طلب میکنه و خود را در او آینه میبینه، از فرط تعجب و حیرت ضعف میکنه. یوسف علیه السلام میخنده و به تمام اهالی دربار میگه ببینین قدرت الله متعال را، که اصلا دشواری در نزد او نیست. کن فیکو، اراده بکنه که شوه، انجام بپذیره، پس انجام میپذیره. لحظه در تحققش تردید نکن، لحظه در وعده خدا تردید نکن. ان وعد الله الحق، وعده خداوند حق است. زلیخا جوان میشه و بعد از او دوباره چند روز بعد که در برخ منابع گفته شده 40 روز، در برخ منابع گفته شده 70 روز، برای یوسف علیه السلام وحی میه که با زلیخا ازدواج بکو، با زلیخا عروسی بکو. چی؟ عروسی. با زلیخا ازدواج بکو، با زلیخا عروسی بکو. یوسف علیه السلام میره در نزد زلیخا و براش میگه ای زلیخا، تا حال هم عشقت بابرجاست. الله متعال برای ما دستور داده که با زلیخا ازدواج بکو. زلیخا در یکی از روزها که یوسف علیه السلام در مکان تبلیغ و رسانیدن دین حق به گوش مردم بود، در نزدش میاد و میگه ما به فرمان الله تسلیم، یعنی همراهت ازدواج میکنم. و بعد از او یوسف علیه السلام و زلیخا برنای هم دیگر ازدواج میکنند. شما ببینید پسران عزیز، یک نکته خیلی مهم را که من میخوایم در همی بخش داستان برایتان بیان بکنم. انشاءالله این داستان که خیلی زیبا است و من هم میخوایم که وقت برنامه را خیلی بیشتر ضایع بسازه، انشاءالله بعد از یک وقفه به اتفاق شما و بینندگان نازنین به فرصت تمام خدمتتان بیان خواهیم نمود. فعلا یک استراحت کوتاه داریم، دوباره خدمتتان برخواهیم گشت. بینندگان عزیز، دوباره به برنامه خودتان، به برنامه قصه های قرآن، شما را خیر مقدم میگم. امید تا این لحظه برنامه نهایت استفاده را از داستان های پندموز قرآنی، داستانی که الله متعال در کتاب لایزال خودش بیان فرموده، نهایت استفاده را برده و مستفید شوین. و شما را به ادامه داستان ما دعوت میکنم و امید که تا آخرین دقایق برنامه ما را همراهی بکنید. خب پسران عزیز، زلیخا جوان شد و به امرو یوسف علیه السلام ازدواج کردم. از قضا این قحطی در مصر نماند، فقط دامنه از این قحطی روان میشه به سوی کنعان. کنعان یادتان هست؟ بله. زادگاه حضرت یوسف علیه السلام. هنگامی که دامنه از این قحطی به کنعان میرسه، یعقوب علیه السلام که خیلی دیگر فرتوت و پیر و پژمرده شده از فراق یوسف علیه السلام، مانند زلیخا و پسرانش که دیگر جوان شدند و مدت ها بود که یعقوب علیه السلام با پسران خودش صحبت نمی کرد به خاطر از اینکه آنها در حق یوسف ظلم کرده بودند، هرچند منکر می شدند، اما یعقوب علیه السلام که می دانست چه کردن با برادرشان. خب آهسته آهسته قحطی میرسه به کجا؟ کنعان. آهسته آهسته قحطی به کنعان میرسه. یعقوب علیه السلام فرزندانش را دور خودش جمع میکنه و برایشان میگه 11 پسرش ده. نگر میخواین همه قسم دست بر روی دست بگذارین و ببینین که قحطی همه تان را تباه میکنه. برایش میگن ای پدر، خب حالا گندم نیست، هر چه بد زمین میکاره چیز نمیشه، چی کنیم ما؟ یعقوب علیه السلام برایش میگه چند تن از تاجرها که من دیروز همراهشون ملاقات کرده بودم، برای من گفتن که تنها در یک سرزمین گندم شما پیدا کرده میتونین و او سرزمین مصر هست. کجا؟ مصر. او سرزمین مصر هست که شما فقط میتونین در او گندم را دریابین. درست؟
خب پسرانش گفت شما روانه مصر شوین دیگر. نمیشه دیگر، راه در مقابلتان باقی نمونده. فرزندان یعقوب علیه السلام همی آذوقه و علیق راه را فراهم کردن و بالای اسبهای تیزپا و شترهای خود نشستن و یکی پس از دیگر به سمت مصر روان شدن تا از اونجا گندم به دست بیارن. غافل از این که همی یوسف را که آنها سالها ده سال قبل آنها به چا انداخته بودن، امروز عزیز مصر است و امروز مجبور هستن دست به دامان همو یوسف شوند که روز از سروریش بر خود حراس داشتن. آهسته آهسته کاروان میرسه به سمت مصر. یوسف علیه السلام چون عزیز مصر بود، برای فرماندهان دستاکرش، البته برای امی بزرگان که در دروازه های دخولی شهر مستقر بودند، دستور داده بود که هر روز اسامی کسانی که برای خرید گندم مراجعه میکنند را دقیق شمارش کرده بیاین به نزد من بیارین تا کس گندم اضافی نستانه و نگیره. در طول از این مدت قحطی یوسف علیه السلام برای کسانی که در مصر فقیر بودند گندم رایگان توزیع میکرد و برای کسانی که مستمند بودند و برده ها و خدمتکاران داشتند از آنها پول میستاند. آهسته آهسته پول از اینها داده 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 تا جایی رسید که دیگر پول در بساط نداشتند. همه مردم در مصر به یک رد شدند، به یک سطح شدند، زیر یک سقف قرار گرفتند، فقیر و غنی به یک سطح قرار گرفتند. خب آهسته آهسته 11 تن از برادران حضرت یوسف علیه السلام میرسند بر دروازه های پایتخت مصر، بر دروازه های شهر تبعا یا تبس. هنگامی که ماموران میگه شما لحظه اینجا استاد ده بمانین، منتظر باشین تا ممی نام شما را گرفته ببرم به عزیز مصر که عزیز مصر بر شما گندم میته یا نمیته. خب گفتن ببر به عزیز مصر، اینا چه میدانن که عزیز مصر یوسف هست؟ اینا عزیز مصر را به اسم مصریشان میشناختن. خب اسامیشان مکتوب شد و رفت یک فهرست به نزد حضرت یوسف علیه السلام. حضرت یوسف علیه السلام مکتوبات در سر منزش قرار داشت، اسامی در مطالعه میکرد تا که یکی از مکتوبها و یکی از تومارها را هنگامی که برداشت و باز کرد و خواند، 11 برادر از کنعان، اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، الا 11 دید که تک تک برادران خودش هست. یوسف علیه السلام خندید و گفت براستی که وعده خداوند حق است. بالاخره قحطی پای برادران من هم به کنعان کشاند. یوسف علیه السلام براشون میگه بر علاوه از این که برای اینها گندم میتین، بیاین و اینها را در قصر فرمانروا دعوت بکنین که من را از اینها کار دارم. سرباز میره در نزد برادران حضرت یوسف و آنها را با بسیار عزت و احترام میگه شما مهمانان ویژه عزیز مصر هستین. 11 برادر حضرت یوسف هستم تعجب میکنه که ما عزیز مصر را نمیشناسیم، ولی عزیز مصر چرا از بین قدر نفر ما را میمون کرد؟ حراسان دیگه میرن به قصر عزیز مصر. شما ببینید پسران عزیز، یک اندرز خیلی مهم عمده و اساسی از این داستان ای است که برادران یوسف علیه السلام به یوسف علیه السلام جفا کردن. درست؟ جفا کردن به یوسف علیه السلام، بر بالایش ظلم و ستم قرار دادن، مورد ضرب و شتم قرار دادن، میخواستن یوسف علیه السلام را به قتل برسانند. اما یوسف علیه السلام در حمول اعظم میتونه سر تک تکشان را از تنشان جدا کنه. اما یوسف علیه السلام چی کرد؟ آنها را در بهترین نقطه قصر دعوت کرد و اصلا در قلبش ذره به این فکر نبود که از آنها انتقام بستانه. ای بود قلب نبی الله، ای بود رحمت و عطوفت پیامبر الله که به کسانی که به ظلم و ستم را روا داشته بودند اصلا التفات به او مثلا نکرد. خب حالا این 11 تن از برادران یوسف علیه السلام هنگام که آمدن این شکوه و جلال و عظمت مصر دیدن، این قصر بسیار زیبا را هنگام که دیدن، اینا با همین کالای جولیده و فرسوده خودشان آمدن و هنگام که چنان سربازان و ارتش و نظام مصر را دیدن، همه از تعجب به حیرت افتاده بودن. انشاءالله بعد از
یک وقفه کوتاه خدمت شما و بیندگان عزیز ادامه داستان را بیان خواهیم کرد. بعد از یک وقفه کوتاه همراهی شما را در بخش پایانی برنامه هم خواهم. بیندگان عزیز برنامه قصه های قرآن، دوباره شما با برنامه خودتان خیر مقدم میگم. امید تا آخرین دقایق برنامه که فعلا در بخش پایانی هستیم با ما همراه باشین و از داستان ما مستفید شوید. خب پسرا، فهمیدیم که برادران حضرت یوسف علیه السلام آمدن به نزد یوسف علیه السلام. برادران یوسف علیه السلام گمان میکردن که ما از شر یوسف خلاص شدیم، یوسف دیگر قادر به این نیست که بیای بالای ما سروری کنه. غافل از این که روز دست به سمت یوسف علیه السلام دراز خواهند کرد. هر کار هم که اتفاق بیفته جلب اراده الله متعال را هیچ کس و هیچ چیز گرفته نمیتونه. اگر الله متعال اراده کنه، در مقابل ارادهش اصلا چیز استاده شده نمیتونه. خب برادران یوسف علیه السلام آمدن و زیبایی های قصر را دیدن. دیدن که چیه قصر زیبایی در این قسمت است، چقدر یک امارت زیبا و باشکوه و مجلل بنا شده. خب آمدن نشستن بالای سفره که چه غذاهای زیبا و متنوع و رنگارنگ و لذیذ برایشان آماده شده. یکی در وسوسه افتاد که چرا عزیز مصر بر ما قرار عنایت میکنه؟ ما خود تنها نبودیم، تمام افراد دیگر هم با ما آمده بودن، اما یوسف علیه السلام که آنها نمیشناختن یوسف هست. میگفتن عزیز مصر چرا با ما قرار عنایت میکنه؟ خب بعد از صرف غذا امی دستیار ویژه یوسف علیه السلام آمد و گفت شما در تالار بزرگ قصر بروین و انتظار بمانین که حضرت که عزیز مصر البته میایه و برای شما چند کلام بیان خواهد کرد. خب دیگه حال اینها در کمال کنجکاوی هم و تعجب و همین که میخواستن ببینن که حالا عزیز مصر کی است و این اراده ای الله متعال بود که در دیدار اول برادران یوسف علیه السلام نشناسن، چرا که امکان دو 30 سال اتفاقا از او واقعه گذشت. حال یوسف علیه السلام که خیلی دیگه تغییر کرده، نمیشه که به یک نگاه ساده او رشنا آن هم در چنان یک مقامه. کی باور میکرد که یوسف را که آنها بر چا انداختن روز بر تخت صدارت خواهد نشست، روز عزیز مصر خواهد شد. خب آنها به امی اتفاقشان گمان کردن و آمدن در نزد عزیز مصر. دروازه های بزرگ قصر باز شد و یوسف علیه السلام با همو اقتدار و عظمت خودش آمد از میانشون گذشت و همی 11 برادر در مقابلش تعظیم کردن. آمد و در جایگاه خودش نشست، سرشون را از تعظیم بلند کردن و هر چقدر هم که تفکر و تعقل کردن که ما عزیز مصر در جایی دیدیم، چهره عزیز مصر برای ما آشناست. فکر کردن که عزیز مصر که چنان مقام والایی داره قطعا دیگه همراه ما مشغول چراندن گوسفندا خونه بود، خود در کجا دیدیمش؟ خود ندیدیم حتما، همه تو یک خیال واهی برای ما رو خدا داره. خب برایشان گفت عزیز مصر که خوش آمدین به مصر، از نام و نشانتان بگوین. آنها بیان کردن که ما فرزندان یعقوب پیامبر هستیم. خب یوسف علیه السلام برایشان گفت پدرتان در قید حیات است، یعنی زنده هست؟ گفت بله پدرمان زنده هست. گفت چرا او را همراه خودتان به مصر ناوردین؟ گفتن یا ایها العزیز، ای عزیز مصر، پدر ما شیخ کبیر، یک شیخ یا یک همی انسان خیلی کبیر و بزرگ ساله هست، توان و تاب رنج سفر را نداشت، نمیتونست از کنعان بیایه به مصر، نمیتونست چون خیلی پیر شده بود، چون خیلی ضعیف و زار و ناتوان شده بود، قدرت و توانایی این را نداشت که بیایه و در نزد تو حضور پیدا کنه. خب گفت پس شما بغیر از پدرتان دیگر کس ندارین؟ گفتن ما فقط یک برادر دیگر داریم به نام بنیامین که او در نزد پدر ما میباشه.
عزیز مصر برایشان گفت پس من برای شما گندم میتم، یک چند بوری گندم افتخاری هم براتون میتم، یعنی اضافی به یک شکل جایزه برای شما میتم، مدا به یک شرط. شرط ما قرار به ای است که در سفر بعدی برادر کوچکترتان همراهتان همراه باشه. آنها با وسوسه افتادند که بعد از اینکه ما قسم یک کار در حق یوسف کردیم، پدر ما خب باز بالای ما اعتماد نمیکنه که برادرش را بفرسته همراه ما. حالا ما چه قسم بریم به پدر ما، به کدام روی بر پدر ما بگوییم که ای پدر بنیامین را هم برای ما همراه ما بفرست؟ خب ناامید و البته مایوس تا حد به عزیز مصر گفتن درست است، شرطت را ما قبول داریم. خب گفتن شما امروز استراحت بکنین، سبا گندم هایتون را بگیرین و به سمت کنعان برین. پسران یعقوب علیه السلام آن شب استراحت کردن و فردای همان روز بارهایشان را، گندم هایشان را گرفته، با خیلی گندم های مرغوب برایشان اعطا شده بود، چند بوری زیادی هم برایشان عطا شده بود از طرف عزیز مصر. آنها را برداشته رفتن به سمت کنعان. در راه مدام به خود به تفکر و تعقل از این حرف بودند که حالا ما به پدر ما چه بگوییم؟ آیا پدر ما بنیامین را برای ما در سفر بعدی میفرسته؟ اگه بنیامین را همراه ما نفرسته چه خواهد شد؟ و عزیز مصر دیگه برای ما گندم نمیته؟ و عزیز مصر چرا همراه ما قدر التفات و عطوفت و شفقت کرد؟ خب فاصله میان کنعان و مصر طی شد. آمدن در نزد پدرشان و گندم ها را خدمت یعقوب پیامبر علیه السلام پیشکش کردند. حضرت یعقوب علیه السلام گندم ها را ملاحظه کرد و از آنها تشکری کرد که چنین گندم های زیبای را از عزیز مصر هم که برایشان اعطا کرده. اما اینها با یکشان با یک صدای لرزان گفت پدر، عزیز مصر یک شرط داشت. یعقوب پیامبر با یک چهره خیلی منحطت برایشان نگاه کرد و گفت عزیز مصر که یک شخص دارا و پولدار است، از من بینوا چی تقاضایی داشت؟ گفت از تو تقاضای مادی نداشت، از ما تقاضا داشت که بنیامین هم در سفر بعد همراه ما بیاوریم. یعقوب علیه السلام گفت به هیچ وجه من الوجوه من بنیامین را همراه شما نخواهد فرستادم. شما یوسف را هم گفتین که ما به یوسف امین هستیم، شما گفتین که ما به یوسف ضرر نمی رسانیم، شما گفتین که ما از یوسف مواظبت میکنیم، شما گفتین که ما از یوسف علیه السلام نهایت پاسبانی میکنیم و قصه لحاظا. خب حالا چی شد؟ یوسف به کجا رفت؟ انشاءالله داستان بنیامین را که به سفر مصر میره، آیا بنیامین برادر تنی خودش یوسف علیه السلام را میشناسه؟ بیانی ادامه داستان ما را، ادامه از این داستان را که آیا برادران به یوسف علیه السلام چگونه برخورد میکنن، انشاءالله در قسمت بعدی برنامه خدمت شما و محضر انور بینندگان عزیز عرض خواهیم کرد. تا یک برنامه دیگر که ما به اتفاق پسران نازنین از طریق شبکه جهانی آریانا مهمان خانه های شما خواهیم بودیم. شما را به الله متعال می سپاریم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.